من این رابطودی رو که فرستادم ایران فرستادم گفتم خب گزارش تحصیلی منه دیگه از اونجا بود که به من گفتن اوپرا بنویس نزدیک های تابستون بود زنگ زدن یا نامه گرفتن اینو یادم نیست که اوپرا داره اجرا میشه میخواد اوپرا دارن میسازن و یه مقدار چیز فرستادم تکست فرستادم تا اوپرا بنویس من اصولا از اوپرا با اوپرا میونه خوبی نداشتم همش مثل بقیه که میگن دیگه ما یه مش جیغ میکشن من تقریبا هفته 3-4 دفعه میرفتم اوپرا همش ارکستر رو گوش میکردم که این سازا چیه خیلی سازا رو ما تو ایران نداشتیم میخواستم یاد بگیرم مثلا توباهه واگنر برای ایده های خودش سازایی که نبوده سفارش میداده میگفته من این همچی صدایی میخوام بعضی وقتا با برای واگنر که گوش میکردم مثل که آدم توی دریا تو دریا افتاده اینقدر صدا عجیب غریب به نظر میرسه و اینقدر قشنگه بود که اوپرا بنویس و حالا با این سابقه ای که دارم از اوپرام که بدم میاد بودم چی کار کنم با این به چند تا چیز سفارش داده بودن که البته آخرش رسید به همون یه اوپرای تک پرده ای نوشتم یه کتابداری بود که چیز پارتیتورا رو که میگرفتیم بعد میکردم مثلا نوار این مثلا اثر رو داری میگو پاره رفتم گفتم نوار اوپرای وردی رو بده چون که اجرا شد و لئونار برنستاین اومده بود وین منم تو تمریناش دوزکی رفتیم با یه عده اونجا بودیم هم نوارش رو میذاشتم هم مطالعه میکردم تو اوپرا نوشتن اوپرای مشکلش اینه که شما بالانس خواننده ها و کور و اون بالا باید داشته باشید با ارکستر ارکستر نباید جوری باشه که خواننده ها رو محو کنه انقدر صدا یا خط انقدر زیاد باشه که اونا رو چیز بکنه مثل موزیک فیلمه که مثلا انقدر صدا بلند میکنه مثلا کل فیلم مثلا فراموش میشه همش موسیقی رو داره گوش میکنی اونم همچی حالتی داره خب نوشتنش این تناسب خیلی مشکله اگه به صورت آزاد باشه آدم خیلی یه موزیک دیگه مینویسه حالا کسایی هم هستن که خیلی ارکستر پر نمیشه مثلا واگنر دیگه با اون عظمت و این چیزا خواننده‌های مخصوص داره میگن واگنر سینگرز آدمایی هستن همه قوی هیکل صداهای خیلی رسا که میان اینا دیگه با ارکستر مقابله میکنن اگه یه خورده ضعیف باشن ارکستر همه رو میپوشونه یه دفعه میره خواننده فقط داره لب میزنه اینا رو دیدم اولین اوپرایی که نوشتم خب خیلی حالت روستایی داشت جشن دهقان اسمش گذاشتم اوپرای جشن دهقان بله یه جوری شد که هم خودم با اون چیزایی که در ذهنم بود که مثلا روی داستانای شاهنامه اون چیزا کار بکنیم اساطیری و بعضی هم که غیر اساطیری بعدش وقتی اجرا شد هم بچهای ارکستر خوششون اومد هم خودم هم علاقمند شدم که بریم حالا دیگه جدی تو اوپرا من تحقیق بکنم اینی که خیلی اوپرا خیلی خوب بود یعنی وسیله خوبی بود پس آدم بیاد
اونو چیکار کنه؟ با ارکست نشون بده. همه چیزو میشه. یه داستان بگی، یه موزیک بیاری که حالت حماسی داره، بعد بگی این مال سیاوش مثلا. ولی اپرا یه چیزی هم نمایشه، هم با اون احساس آدم میتونه زبان خودش. خیلی خیلی مهمه که مثلا یه چیزی که من بعداً متوجه شدم، آدم باید واقعاً هر چیزی رو مطالعه بکنه. وقتی مطالعه کردین یواش یواش علاقمند میشین، بعد زبان اونو یاد میگیرین چیه. بعد دیدم او تو اپرا چه چیزایی هست که چه چیزایی رو نشون میدن با این موزیک. آثار خیلی عظیمی وجود داره. کیفه که از بین بره این چیزا. چیزی که خیلی مهمه تو اپرا، تضاد باید زیاد باشه. اگه تضاد زیاد نباشه، موزیک زیاد جالب نمیشه. مثلا ایتالیایی ها خیلی خوب فهمیدن. اپرای دلاور سند که قرارداد بستن، یعنی وزارت فرهنگانه آقای پربود گفته بود که کسایی که میتونن موزیک بنویسن، آهنگسازهای خوبی هن، باشون قرارداد ببندین. مای 4000 تومن خیلی بود اون موقع، مای 4000 تومن که با هر کسی اقلا سال یه قطعه بنویسه، که بیشترش هم منم تمون چیزایی که اجرا میشد کار من بود. بعضی وقتا هم کار چند نفرمون به صورت کنسرت، مثل ملک اسلانیان بود، آقای استوار بود، یا مثلا باغچبان یه برنامه اجرا میکردیم. اینا مسئولین گفته بودن خب حالا فردا میخواین همش با آثار خارجی چیز کنین. از اون موقع فهمیده بودم باید با آهنگسازا قرارداد بدن. کار خیلی به نظر من خوبیه، راهش هم اینه. خیلی علاقه من شدم به اپرا. با زبان گفتم با زبان خودم دارم موزیک می نویسم. یه حالت دیگه داره. فوراً فکر کردم آه الان میرم بابک خرم‌دین و این و اون و تمام این چیزا، قهرمانای اسطوره‌ای که تو تاریخ همیشه فکر میکردم اگه من موسیقیدان بودم اینا رو می نوشتم. اون یه چیزی تو همه ما هستش دیگه. حمله اعراب و این حرفا و بعد قهرمانایی که اونجا اومدن مبارزه کردن، آدم دوست داره دیگه اینا رو نشون بده. در نوشتن دلاور سند اون چیزایی که من از دبیرستان و کلاس تاریخ یادمه راجع به بابک یه چیزایی میدونستم، بعد نشستیم یه داستان ساختیم دلاور سند. بعدا فهمیدم دلاور سند نبوده، محل بابک سبلان بوده. که اومدم ایران آقای استوار با هم دوست شدیم. تفاوت سنی ما خیلی با اون زیاد بود. گفت پژمان قبل از اینکه تو بیای کارو بکنی همه آهنگسازا جمع شده بودن، یعنی اپرا چه جوری بنویسن جلسه می‌کردن. حالا تو اومدی تون تون داری اپرا می‌نویسی، گفت یه خود اوضاع خرابه. بعد که اپرا تموم شد گفتم حالا برم به طور جدی بشینم. به طور جدی بشینم و این اپرا رو از نو مطالعه کنم که خیلی کتاب خوندم. شروع کرده بودم یواش یواش و این فکر اپرا برای تراژدی سیاوش، اصلا تراژدی عجیب غریبیه، اصلا بی نظیره. بعد من با بچه های اپرا خیلی صمیمی بودم و همه پشت صحنه مثلا بودم. خواننده ها میخواستم اجرا کنه مثلا حرف میزدیم اینجا یا بیان؟
نه تو ایران که اومدم یه دکوراتور داشتیم به نام تئو لاو با خانمش اومده بود چندین سال تو ایران بودن اون به من همینجوری گفت ایرانی ها درام دوست دارن درام های ایتالیایی گفتم حالا موزارت و اینا نمیخوره به ایران و خیلی عالیه ولی اصلا منتالیتی ایرانی ها خیلی چیزای درامه اونا میپسندن خیلی یعنی منم تو همون چیز آدم یواش یواش چیزا جمع میشه دیگه گفتم سیاوش پس موفقه اگه بیاد نوشته بشه این حرفا که متاسفانه نشد آخرین اپرایی که نوشتم تو ایران به نام سمندر گفتم محمد رضا اصلانی نوشت و اون چیزایی که نوشت خیلی برای اپرا خوب بود اول اپرا یه عده مثلا می اومدن همینطور با حرف که موزیک هم زیرش بود با حرف اینا خیلی چیزای خوبیه از اون موقع فکر کردم که ما اپرا رو مثل اپرای کلاسیک نگیریم اسمش گذاشتم نمایشنامه موزیکال یه نمایشنامه که موزیکاله یه جا حرف میزنن مثل اپرت خیلی حرف میزنن یعنی حرف بزنن برای ما یه خورده ثقیله زیر حرف زدن ها با ریتم و موزیک اون حال اون کلام آدم موزیک بنویسه اینو تجربه گفتم تجربه کنم این کارو سازای ضربی خیلی موسیقی آوردم و ولی یه اشکالی داشت این بود که همه موقع تمرین گفتن وردی و پوچینی و این اسمای بزرگ اینا سختن خیلی کار مثلا احمد پژمان که چیزی نیست در میاریم که این چیزی نیست این آخرین اپرا خیلی جریانش جالب شد هی میگفتم اینا ریتمش مشکله ها آقا ما اپرای اوتلو رو مثلا دو هفته ای در اپرا اوتلو معلومه که وردیه اونم شکسپیر و وردی اینا با هم شده معلومه اپرای وردی هست فکر میکنی سخت اپرا من سخت‌تره ولی به اون خوبی که نیست نمیگم که مثل اوناست که نزدیک شب ما قبل که بیان چیز بکنم میدیدم اوضاع خرابه خیلی جاهاشو حذف کردم گفتم اینو نزنی اینو نزنی آقا نمیشه گفتم بهتره که خرابکاری بکنی اینجوری شد که اصلا معلوم نشه اپرا چی شد خیلی قسمت ها پرده میافتاد من موزیک گوش میکردم